بسم الله الرحمن الرحیم. در حدیث 12 کتاب عقل و جهل، در فراز یا هشام، کان امیرالمومنین علیه السلام یقول ما عبد الله بشیء افضل من العقل و ما تم عقل امرئ حتی یکون فیه خصال شتا. در این فراز وارد شده بودیم و هنوز در وصف عقلیم، که عرض کردم که انصافا اگر انسان رجوع بکنه به کلماتی که از حضرات معصومین در عقل آمده، بی نظیره. یه چند روز پیش یه نکته رو دیدم توی روزنامه چاپ کرده بود، خیلی جالب بود. نوشته بود بر سر دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد یه آیه قرآن رو نوشتن که در وصف عدالت. بعد خلاصه وقتی که اینم ننوشتن زیرش قرآن کریم، این اصلا کامل ترجمه انگلیسی اون آیه رو نوشته بودن. بعد یه دانشجوی عرب خلاصه میفهمه که این همون آیه خود قرآنه. حالا یادم نیست کدام آیه رو. و اذا حکمتم بین الناس فحکم بینهم بالعدل، یا نه چی بود؟ ولو کان علی انفسهم، یعنی این آیه رو نوشته بوده. حالا ما اگر باورمون حاجای بیگ دلی این خشخش میکنه، اگه زحمتتون نیست یه جوری راهی پیدا کنید براش. راهی داره؟ آره. این خلاصه اگر ما باورمون بشه که یه همچین مسئله‌ای هستش، اون وقت می‌بینیم تک تک این کلمات همین جوریست که می‌تونه قرار بگیره بر بالاترین سردرهای مباحث علمی اون بحث. منتها این باور باید اول تو خودمون ایجاد بشه، بعد از دیگران توقع داشته باشیم که این باور رو پیدا بکنن یا بتونن بفهمن. این باور مهمه. لذا اینجا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید ما عبد الله بشیء افضل من العقل، هیچ جهتی در عبادت حق، هیچ خلاصه وجودی در عبادت حق افضل در حقیقت از عبادت عقل نیست. این عقل برمیگرده به عقلی که انسان داره، نه اون عقلی که مرتبه عالم عقله. دقت میکنید؟ اون عبودیت تکوینیه است. اما این ما عبد الله به شیء افضل من العقل، دنبالش هم قرینه بر این است که این عقل انسانی است نه عالم عقل. و ما تم عقل امرئ، تمام نمیشه عقل کسی، عقل مردی، حتی یکون فیه خصال شتا، تا اینکه در او این چند خصلت باشد. یعنی اینکه این عقل مربوط به عقل انسانی است، نفکر کنید عقل ملک است. عقل ملک میشه رشحه از این، عقل عالم عقل میشه رشحه از این، چون این عقل طی میکند از اسفل و سافلین حرکتش رو که اقتضاء عقل بالقوه تا عقل بالفعل و ملکه و خلاص مصطفی همه رو طی میکنه، عبور میکنه با عقل فعال که اونم یه مرتبهش میشه. لذا میفرماید که این چند خصلت چی هستش؟ الکفر و شر منه معمونان. کفر در ناحیه اعتقاد، شر در ناحیه چی؟ عمل. الکفر و شر منه معمونان، یعنی کسی که عقل دارد، صاحب عقل است، مردم و خودش و عالم وجود از او در امانند، یعنی هیچ جهت شری از او متمشی نمیشه در عمل و هیچ جهت کفر و انکار از او متمشی نمیشه در ناحیه ادراک و علم. این اگر یه موقعی هم اگر، چون ما قائلیم به این که کسی که غیر از معصوم است قطعاً اسمت علمی ندارد، اسمت عملی ممکنه، اما اسمت علمی اختصاص نمیگیم امکان ندارد، اما هیچ تضمینی برای اسمت علمی نداریم، چون اسمت علمی مورد در حقیقت تکلیفم نیست. دقت میکنید؟ اما عملی چرا؟ یعنی اون قدری که بهش علمو دادند، اون قدری رو که میفهمه، سلام علیکم ورحمت الله، اون قدری رو که میفهمد، اون قدری رو که میداند عمل کنه به او و مأمون باشه نسبت به خطای از او، این رو از ما خواستن. اما اگر یه چیزی رو اشتباه فهمید، درسته؟ اشتباه فهمی،
این فهم اشتباه زحمتش هم کشیده بود، کوششش هم کرده، اما خطای در فهم پیش آمد با اینکه کوتاهی نکرده بود، او تکلیفی براش نیست، این معذریت دارد دیگه، نداره. لذا اینجا که میفرماید الکفر و شر منه معمونان، این در ناحیه اسمت معصوم میشه در نظر و عمل، اما در نسبت بین غیر معصوم علیه السلام میشن چی؟ این در عمل نسبت به اون چی که علم پیدا کرده و زحمتش رو کشیده، کفر از او در امانه. هرچنگ و ما یؤمنو اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، که غیر معصوم هر قدر هم قوی باشه بالاخره مراتبی از اون عدم فنای ذاتی تو وجودشون هست، فنای ذات، عدم فنای ذاتی، عدم فنای صفتی و عدم فنای فعلی تو مراتب حرکتش داره رشد میکنه تا برسه به اونجا، و مانعی هم برای رشدش خودش اختیاراً ایجاد نمیکنه. پس الکفر و شر، حالا حساب کنید اگر توی جامعه ای به این گونه باشه که کسی هیچ صدمه عملی و صدمه اعتقادی از او نسبت به جامعه و دیگران و خودش متمشی نشه، نه فقط جامعه و خودش، نظام وجود، چون ما معتقدیم که تو نظام وجودم اثر داره دیگه، قبلا هم اینو بحثشو کردیم تو بحث المیزان، که انسان اگر تقوا پیشه کنه یرسل السماء علیکم مدرارا، حتی در اینکه آب به موقع ببارد، باران به موقع ببارد، تقوای انسان ها اثر داره. نظام وجود یک واحده، نظام وجود یک واحده، اونجایی که خدای تبارک و تعالی خلق کرده عالم رو خلق کرده، هدایت عالم رو هم متفرع برش کرده، اما انسان رو خلق کرده، هدایت انسان رو براش معین کرده، اما به دست انسان قرار داده، با تغییری که انسان ایجاد می کند در نظام عالم تغییر ایجاد می شود، در نظام عالم تغییر ایجاد میشه، با تغییری که در اراده انسان محقق میشه در نظام عالم تغییر ایجاد میشه، در نظام عالم نه فقط انسان ها. خب با این نگاه اگر الکفر و شر منه معمونان شد، عظمت اون سلامت اجتماع و عالم وجودی که اهل تقوا زندگی میکنن با اونجایی که اهل کفر و شر زندگی میکنن خیلی متفاوت میشه. لذا این بله الان من چیزی غیر از این نگفتم، شرک هم از در حقیقت مصادیق کفر میشه، یعنی شرک نه به معنای کفر رو به معنی شرک گرفتی، اما شرکی که از مصادیق چی میشه؟ کفر میشه، از مصادیق کفر میشه، نه اینکه مساوق با کفر باشه شرک، اما از مصادیقش هست یا نیست؟ بله، کفر به معنای عام از مصادیقش میشه چی؟ شرک. لذا الکفر و شر منه معمونان و رشد و الخیر منه معمولان، این تمام وجودش خیر در عمل و تمام وجودش رشد در نظام الهی، یسعد الکلم الطیب، رشد و صعود است در نظام اعتقاد، یعنی این دایه سعه وجود پیدا میکنه، به تبع سعه وجود این عالم سعه وجود پیدا میکنه یا نمیکنه، عالم با او همراه است یا نیست، داره عالم رو قافل سالاری میکنه یا نمیکنه. این سعه وجودی شخصی نیست که بگه من نمیخوام حالا بذار ضرر کنم، نه، یه مسئولیت اجتماعی، نه افراد اجتماع فقط انسان ها، مسئولیت حرکت نظام وجود رو به سمت خدا داره، انسان مسئولیت حرکت نظام وجود. خب وقتی کسی تو اون طریقی که براش قرار داده شده داره حرکت میکنه، تو اون چیزی که راهی که براش معین شده، صراط مستقیمی که براش معین شده داره حرکت میکنه، اون الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که در صراط مستقیم همه وجودات رو خدای تعالی برای هر وجودی تعیین کرده بود محقق میشد، برای خودشون محقق میشد، اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، درسته؟ در انسان این اختیاراً محقق میشه، اولا، ثانیاً تمام صراط های همه موجودات در انسان محقق است. لذا اگر حرکت میکنه
چون همه اونها رو انسان دارد، صراط او جامع رب انسان، رب جامع. این بحثش دیگه در جای دیگری میاد، چون رب انسان که رجوع به اون ربی که میکنه رب جامعه، تمام اسم جامعه، تمام در حقیقت اسماء دیگر الهی که ظهوراتشون میشن موجودات دیگه، تمامشون تو وجود انسان هست. و چون تو وجود انسان هست، انسان با ارتباط با عالم، تمام عالم رو که مظاهر اسماء خاصن، داره به سمت اسم جامع حرکت میده. لذا قافل سالار هستیه با این نگاه، لذا خیلی عظیم میشه. اگر کوتاهی بکنه، شاکی از او فقط خودش نیست، فقط اطراف انسانهای دیگه نیستن، شاکی از او کیه؟ شکایت از او کی میکنه؟ روز قیامت یقه او رو کی میگیره؟ همه نظام وجود میگیره. یه بحث سر جای خودش خلاصه بیان داره، دلیل داره و استدلال خاص خودش رو داره. بله، ما این کتاب هی باهاش چیز نداریم، جدا میشه از بله. احسنتون، دست شما درد نکنه. خیلی آدمی که اهل خیر باشه، میشه آقای اسدی، میشه آقای میریان، میشه ایشو، خلاصه همشون اهل خیرن. این همین مصداق عملیشه، این خیر ازش متمشی، دائما معمول آرزوی خیر ازش متمشی. و رشد و الخیر منهم معمولان و فضل و مالهی مبذول، چیزی که اضافه از مالش میاد ذخیره نمیکنه، چون ذخیره کردن رو چی میبینه؟ کمال نمیبینه. چون همین از و رشد و الخیر منهم معمول، یکیش همینه دیگه، یعنی حرص در نگهداری نداره، این خودش یه ضعفه. خیر اون است که در حقیقت چی هستش؟ اون خیری که به وجود این میرسه، از وجود این عبور میکنه، به دیگران میرسه. لذا مصداق تعیین میکنه برای اون کبرای کلی که بیان فرمودن، داره میگه که اگه خواستیم جزئی هم حرف بزنیم، مصداقش هم معلوم باشه که دور نباشه، بدونی باید چه کار بکنی. و فضل و مالهی مبذول و فضل و قولهی مکفوف، اونجایی که فضل مال مبذوله، از دست او به دیگرانم میرسه، در او در حقیقت نگه دارم برای خودم، چون خودش رو قافل سالار میبینه. پدر تو خانواده هر چی که به فرزندان و بقیه اهل خانواده میرسه خوشحال میشه، فضل مالش در خانوادهش مبذوله، درسته؟ اگر کسی خودش رو قافل سالار هستی دید، هر چی که فضل مالش مبذول میشه خوشتر میشه، خوشتر میشه. لذا هر چی دستش بیاد عبور کنه به دیگران برسه، احساس میکنه به اهلش رسیده، یعنی اهل خودشن، عیال خودشن. این نشونه این است که رشد در وجودش محقق شده، خودش رو تنگ نکرده تو این حد چی؟ تو این حد 60 کیلویی که خودش میشناسه یا دو سه نفری که با او مرتبطن، نگاه وسیع شده. این تو همه جهات مال که میگه، همه جهات دیگر رو هم شامل میشه، علم همینجوره، روابط عاطفی همینجوره. البته کسی که میخواد به اونجا برسه، باید اول اون حلقه اول خودش رو چکار کرده باشه؟ اشباع کرده باشه. لذا صله رحیم و همچنین بذل و بخشش و اون همونجور که در خدای تعالی در قرآن میفرماد مازا ینفقون، سوال میکنن که یسالونه که مازا ینفقون، چی انفاق کنیم؟ درسته؟ اونجا خدای تبارک تعالی جواب میده چی؟ قل ما انفقتم من خیرن، اگر اشتباه نخونم مضمون آیه رو، قل ما انفقتم من خیرن فللوالدین والاقربین والیتاما، همینجور ادامه پیدا میکنه که اول حلقه اول کی میشن؟ اون اطرافیان اول، که راحت تر این بذل محقق میشه، چون راحت تر محقق میشه ملکه میشه، بعد خلاصه به مرتبه و حلقه بعدی و بعد به حلقه. اما نه اینکه تو حلقه اول متوقف بشه، یعنی حلقه اول برای اینکه راحت تر این سعب ایجاد بشه برای ما این رو قرار دادن. لذا ترک صله رحم، ترک در حقیقت اون دادن مال به نزدیکان، بعضی جاها در حد وجوب، مثلا مثل نفقه‌ای که برای همسر و فرزندان واجبه، یعنی حتی نکنی گناهه، درسته؟ بعضی جاها مستحبه، مؤکده، میگه وقتی دارید ارث رو تقسیم میکنید چیکار بکنید؟ اون کسانی که دور و بر نشستن اونجا هستن، به اونها با اینکه جزء ورثه نیستن بدید، مستحب به دادن به اونایی هم که اون دور و بر هستن چیزی از این در حقیقت داده بشه. خب این مال این است که این سعه پیدا کند، تا
توسعه پیدا کند. لذا حالا مصادیقش هم میگه و فضل. حالا اینا رو باید ببینید، اینا روش ها، یعنی اینجور نیستش که فقط دارن تعبدی به ما یه بیان رو میفرماین. آقای بهجت خدا رحمتش کنه دائما میفرمود، یعنی کان یقول، یعنی نه اینکه فقط یه بار میگفت، کان این دائما این رو میفرمودن که احکام ما آنچنان علت ها و حکمت ها داره. نمیگو احکام تعبدی نداریم، احکام تعبدی، ولی میفرمودن اینجور نیستش که احکاممون رو ما نفهمیم حکمت ها و علت هاش رو. نظام فطرت و عقل کاملا این تناسب داره باهاش، منتها همش هم با هم تلاعم داره، اینجوری نیستش که گسسته باشن، همه هم با هم تلاعم داره، یعنی همش تأیید میکنه همدیگر رو. لذا اینجا هم از اون سنخه، فضل و مالهی مبذول و فضل و قولهی مکفوف. وقتی فضل مال رو میده داره از خودش میکنه، داره خودش رو توسعه میده. وقتی فضل قولهی مکفوف، یعنی خودش رو عرضه نمیکنه، خودش رو جلوه نمیده. چون قول کجا؟ انسان وقتی که میشینه توی جلسه ای دلش میخواد که اظهار نظر بکنه، سر باشه تو اون جلسه دیگه، درسته؟ این قول نشان دادن سر بودن توی جاست، نشان دادن برقدر سیطره و احاطه در یک جاست، درسته؟ این میگه فضل و قولهی مکفوف، این حرف زیادی نداره بزنه. من خلاصه گفتم یه دفعه خدمت، یه بند خدای اومده بود یه دفعه، خلاصه از آدمای خوب بود، بعد بهشون عرض کردم آقا مثلا خب الحمدلله کی رسیدید، مسافری بود، از خب این چه فایده ای برای تو داره، همچین زد تو ذوق ما حسابی. یه دفعه دیدم راست میگه، گفتم چه فایده برای تو داره، آره کی اومدیم مثلا، کی رفتیم. مثل اینمونه که آدم همه سعیشو بذاره که کیا کی به دنیا اومد، کی از دنیا رفت، چند سال زندگی کرد، مثلا از این لباسش چی بود. خلاصه یه موقع هستش که یه کسی است که مثل نبی ختمیه، آدم وقتی که میفهمه که لباسش هم این رنگی میپوشید، چون او در حقیقت مسیطر بر نظام تکوین و تشریعه، از فعلش چی استفاده میکنه؟ حکم استفاده میکنه. او تو جزئیات این که زلفش هم کدوم وری میزد دقت کنه، آدم خوبه، اندازه زلفش هم چه حدی بود اونم خوبه. لذا شمائل و در حقیقت اخلاقیات و شمائل و اون پوشش های نبی ختمی، هرچی ائمه هدا علیهم، هرچی انسان دقت کنه جا داره، چون اونا هیچ فعلیشون مثل ما غایتش نعوذ بالله لغو عبس نبود، خیالی نبود، همه غایات وجودیشون چی بوده؟ الهی بوده. همه، از اون خوردنشون تا خوابیدنشون تا پوشیدنشون، همش در حقیقت چی بوده؟ غایتش الهی بوده. چون غایت الهی بوده، همش فعل و تقریرش و قولش همش حجته، درسته؟ اما در بقیه که اینجور نیست که. لذا فضل و قولش مکفوفه، این در حقیقت اظهار نظر. و این خیلی هم سخته، خیلی سخته، به خصوص ابتلاء ما چی هستش؟ طلبه هاست که میشینیم تو هر جایی گوش کردن کمتر بلدیم، یعنی گوش کردن سخته، آدم بشینه فقط گوش کنه. اما اگر تمرین کنیم، گوش کردن ها خیلی منافعی داره که انسان رو رشد میده و انسان صبور میشه وقتی که میتوانه یه جا حرف بزنه اما سکوت کنه، چون میبینه حالا این حرف رو نزنه هم آسمانی به زمین نمیرسه. بله، امر به معروف، نهی از منکر، بیان حکم الهیه، اما اینکه حالا یه چیزیست که خیلی هم دنیا به آخر نمیرسه، اینجوری که ما این حرف رو نزنیم اونجا، نزنه. چقدر خلاصه بعضیا، این خدا رحمت، البته هنوز اون بزرگوار زنده است، رحمت البته منافات نداره. من یه بزرگواری بود، گاهی میرفتم پیشش ازش سوال میکردم، بعد میفهمیدم قشنگ محسوس بود برام که وقتی که سوال میکنم که انهو اون از عالم آخرت میومد تو دنیا، کمترین توقف رو تو دنیا داشت برای جواب، جوابو میداد بر میگشت، یعنی اینقدر این عالی بود حالتش، اصلا رفت و برگشت محسوس بود برای ما. این آدم قشنگ احساس میکرد که این آمد، و چون اینجا توقف به تکلیفه براش، دقت میکنید، میخواد بیان کنه تکلیفشه به اندازه ضرورت، نه بیشتر.
اگه حالا 2 ساعت هم پیشش میشستی چیزی نمیپرسیدی، چیزی هم نمیگفت، چون دیگه اینجا تکلیفی نداشت. خب فضل و قوله خیلی سخته اینجوری دیگه. اگر ما فکر کنیم میخوایم هزینه کنیم، وقتی میخوایم حرف بزنیم، اون موقع یه خورده چی کار میکردیم؟ فضل قولمون مکفوف بود. اگر میگفتن مثلا میخواید برید، سلام علیکم ورحمت الله، میخواید برید مثلا از نبی خدا سوال بکنید، باید مثلا یه دینار بدید، درسته؟ چند نفر رو وقت حاضر بودن هی برن بشنن سوال کنن حرف بزنن، سلام علیکم ورحمت الله. میمونه موند امیرالمومنین علیه السلام تنها، کسی دیگری نمیرفت. بعد حضرت داره من میدادم و در حقیقت کار میکردم، سوال میکردم، دوباره سوال میکردم، اونم در زمان فقر اون زمان، که نه گشادگی و سعه باشه که حالا چیزی نمیشه که اینقدر، نه دیگه کسی نیومد، دیگه کسی نمیشست، نه کسی سوال نمیکرد. اگر قرار بود برای حرف زدن انسان پول بندازه و پول خرج کنه، اون موقع فضل قولهی مکفوف بود. لذا بعضی ها برای خودشون اینجوری قرار میدن که اگر حرف زدن پول خرج کنن براش، اون موقع قشنگ فضل قولهی مکفوف میشه. پول خرج کردن سخته که اولی بود، فضل مالهی مبذول، اونجا این فضل مالش مبذوله اما فضل قولش مکفوفه، درسته؟ چقدر دقیق و جالبه، هر دو سعه میده به انسان، هر دو انسان رو بزرگ میکنه، هر دو کماله. بعد میفرماید و نصیبه من الدنیا القوت، اونی که در حقیقت را براش لازم بود نصیبش از دنیا بود. نصیب بقیه هم از دنیا قوته، بیش از این نیست، اما بقیه خیال میکنن که نصیبشون از دنیا اون چیزایی هم هست که نگه داشتن، فکر میکنن اونها هم که نگه داشتن چی هستش؟ اونها هم نصیبشونه، که اینو قبلا یه بار دیگری به بیان دیگری داشتیم. لا یشبع من العلم دهره، هیچگاه از تحصیل علم سیر نمیشه، چون همون حدیث شریفی که امیر مؤمنان علیه السلام فرمود کل وعاء یزیغ بما جعل فی الا وعاء العلم فانه یتسع، هر ظرفی وقتی توش چیزی قرار داده میشه ظرفیتش دیگه کمتر میشه، یعنی لیوانو نصفشو پر کردید نصف دیگه جا داره الان، درسته؟ درسته؟ دیگه بیش از این جا نداره، بریزید سر میره. اما علم اینجوری نیست، هر چی در درون این ظرف وجود انسان علم قرار بگیره، تازه این حلم المزید میگه، تازه ظرفیتش بالاتر میره، تازه سوالاتش و طلبش شدیدتر میشه. لذا میفرماید که لا یشبع من العلم ده، این خصوصیت کیه داره اینا رو میگه؟ خصوصیت کسی است که عقل توش حاکمه، خصوصیت کسی است که عقل توش حاکمیت داره. میفرماید که از وقت از سنخ علم است محبت، چون مبدأ محبت چیه؟ مبدأ محبت علمه، معرفته، از سنخ علم است محبت. لذا محبت هیچگاه به کارگیریش زیق ایجاد نمیکنه، ظرفیتش رو کم نمیکنه. هر قدر انسان محبت رو به کار بگیره، لذا به ما گفتن که نسبت به اطرافیانتون کمال شدت و کمال محبت رو داشته باشید، این سبب میشه آماده بشید برای اینکه محبت ولایت رو بتونید بزنید و سبب میشه که بتونید محبت الهی رو بزنید. یعنی هر قدر وزن برداری در محبت، وزنه محبت سنگین تری رو بزنه نسبت به اون چه که بهش امر شده، مثل اطرافیان، پدر، مادر، همسر، فرزند، برادران، خواهران، اطرافیان، مؤمنین، همینجور سعه پیدا بکنه، درسته؟ انسانها، حتی موجودات دیگه، یعنی نگاه محبتی به در حقیقت موجودات دیگه. به ما این ظرفیت رو گفتن، این ظرفیت سازه برای کسی که با این نگاه به عالم نگاه بکنه و رابطه برقرار کنه و محبتش رو اینجا به کار بگیره، ظرف محبت، به کارگیری این محبت وجود او رو توسعه میده تا آماده بشه برای زدن وزنه محبت ولایت و بالاتر زدن وزنه محبت در حقیقت چی؟ خدای تعالی. این سعه برای او ایجاد میشه. لذا اگر کسی اینجاها، اگر کسی دید در بکارگیری محبت پدر و مادر و دوستانش وقتی که حالا زن میگیره تزایق ایجاد میشه با اونها در حقیقت مشکل پیدا میکنه، بله دنیا وقت انسان محدوده، اما محبت رو ما داریم، میگه محبت غیر از وقته، دقیقا وقت زمان محدودیت داره، اما محبت اگر دید که وقتی که این پیش آمد جدیدتر پیش آمد قبلی‌ها داره کم رنگ میشه، محبت با پدر و مادرش داره کم رنگ میشه،
این علامت این است که یه جای کار چیه؟ ایراد داره. و الا چون محبت ظرفی نیست که به کارگیری جدیدش ظرفیت سازی بالاتر میکنه. تازه اگر در حقیقت بخوایم رو قاعده حرف بزنیم، هر محبت جدیدی که پیش میاد محبت‌های قبلی کمتر میشه یا همونقدر میمونه یا بیشتر میشه؟ باید بیشتر بشه، چون ظرفیتش بالاتر رفته. دقت میکنید؟ بسیتم هست این وجود. هر قدر این محبت بیشتر به کار گرفته بشه، نه اینکه یه خورده بیشتر میشه به اندازه این، نه، ظرفیت کل محبت تازه اون لذت و مزه محبت بالاتر رو تو همه میچشه. که حالا این برای خودش دلیل داره، برهان داره، روایات داره، خیلی هم عالیه. لذا میفرماید که دنبال این از ذلو احب الیه مع الله من العز مع غیره. اینم علامت عقله که ذلت مع الله برای او، ذلت مع الله یعنی تحقیرش کنن به خاطر اینکه این مؤمنه، تحقیرش کنن تو جامعه به خاطر اینکه این مؤمنه. این براش تحملش آسانتره، محبوبتره برای این، تا اینکه بخواد چی باشه؟ بگه که بذار من نفهمن مؤمنم، عزت داشته باشم. مع العز مع غیره، من العز مع غیره، عزت با غیر خدا، عزت با غیر خدا داشته باشد. این مطلوبش نیست. البته اگه بخوایم مصداقاشو پیدا کنیم، از همین روابط ساده هم شروع میشه ها. نبریم فقط توی جایی که یه جامعه کفری، نه، تو همین جاها. یعنی انسان گاهی یه قبول یه کاری که از عهدش نمیاد، دقت میکنید، قبول کردنش از همین مصادیق این میشه، چون عزت معقیر رو میخواد با این قبول. این و الا اگر خودش باشه و خدا میفهمه این توان اونیست، یا بهتر از این الان فلانیه، همونجا معرفی، آقا او بهتر از منه برای این کار، خودش هم دنبالش هستش که او در حقیقت. خیلی سخته. اینم یه مرتبه از ذل مع الله، ذل اما با خدا. یادم نمیره این جریان امیرالمومنین علیه السلام، جالبه، اون کسی که از شرطة الخمیس بود پیش حضرت، دیگه حالا کوتاهش بکنم که این فراز رو بیشتر بتونیم جلو بریم. این خلاصه وقتی که اینا شرط کرده بودن با امیرالمومنین علیه السلام که حضرت بدون سوال و جواب اینها رو وارد جنت بکنن در روز محشر، و اونها هم بدون سوال و جواب امر حضرت رو اطاعت بکنن. خب اینا 5000 نفر بودن، تا 6000 نفر ذکر کردن اینها رو. این به اصطلاح چی داشتن؟ عهدشون بود با امیرالمومنین. یه علامتشون بود، سراشون هم میتراشیدن، کچل میکردن، این علامت به اصطلاح چیز بود. اسب ابن نباته هم و بعدم قیس ابن سعد هم اینا فرمانده هاشون بودن. خب یکی از اینها یه دفعه که یکی از اقوامشون رو گرفته بودن میبردن حد بهش جاری بشه به خاطر گناهی که کرده و کاری که کرده بود، این وقتی دید غیرتی شد. خب عرب ناسیونالیستیش اون زمانها هم خیلی قوی تر از حالا بود. اینا رو از دست اون مأمور، خب این آدمای قوی هم بودند، آدمای پیزوری خلاص زرد و پرد نبودن، از دست چند تا مأمور این تونست اینا رو نجات بده و با قلدری اینا نجات داد. اونها رفتن پیش امیرالمومنین گفتن فلانی در حقیقت چیکار کرد، اینو از دست ما گرفت. گفت برید خودشو بیارید، حالا برید خودشو بیارید دیگه. فرستادن نیرو خودشو برداشتن آوردن. اول خلاصه تعزیرش کرد، زد، بعد گفت ببریدش زندان. داشتن میبردنش، گفت یا علی، بودن با تو ذلته، اما نبودن با تو هم کفره. خیلی تعبیر زد. گفت باور داری؟ چون بعد زد، بعد خورد، کتک خوردن آدم این حرفو بزنه، خیلی ها اون موقع بغض تو وجود آدم دیگه به این سادگی حرفو نمیتونه بزنه. اما گفت یا علی، بودن با تو ذلته، اصلا آشنایی و دوستی و نمیدونم رفاقت و سابقه و بالاخره مریدی و مرادی و اصلا این چه سرت نمیشه، اینا نیست تو مرامت. میگه حالا این دوست بالاخره یه خود تخفیف، اینا نداری، ذلت با تو فرقی نمیذاری، اما نبودن با تو هم کفر. خدا کنه که اگر جایی خطا میکنی، بلایی به سرمون میاد، باز اینجوری بگیم. این خودش یه توبه است، این خودش یک استقامته. خدا کنه که اینجوری باشی. فکر نکنید ساده است این کلام رو گفتن، خیلی سخته. لذا اینجا هم میفرماید از ذل و احب الی مع الله من العز مع غیره، چون میدونه اون کفره. وقتی با غیر ساخت و عزت خواست، اون کفره. اما ذلت در برابر اون چه که احکام الهی است و تحقیر شدن در اون چه که مربوط به احکام،
این ایمانه، این در حقیقت این. لذا میفرماد و تواضع احب الیه من الشرف، این در حقیقت فخر فروشی در مرامش نیست، تواضع تو وجود این احب است از چی؟ از شرف در وجود. اینا نقطه های سنگین وجودی است که عقل با اون دقتش میتونه تشخیص بده، و الا انسان با وهم شرف رو تواضع میبیند، اون در حقیقت خودش توجیه هم میکنه که من اینجا باید مظهر چی باشم؟ من باید مظهر خب بودن بعضی از کسانی که تو حکومت همین اسلامی ما فکر میکردن که مثلا امام اگر توی اون خونه کوچیک میشست و سران کشورها میمدن، تازه لباس رسمی هم نمیپوشید، گاهی همین لباس ساده میپوشید تو همون اتاق، گفتن این خلاصه عزت برای اسلام نیست. مثلا این لذا قصرها رو دوباره احیا کردن تا چی بشه؟ تا چشم در حقیقت کسانی که میان ملاقات پر شه. غافل از این خود امام فرمود اینا از این چیزا خیلی دیدن، اینا چشمشون رو پر نمیکنه، اینا براشون جاذبه ای نداره، خودشون همه هم این چیزا دارن، حالا یه خورده کمتر یه خورده زیادتر که اثری نداره. که اونی که وقتی که میبینه دارد میتواند اما در این راحت در این حالت زندگی میکنه، او در قدر. لذا ما هر کسی هر جا میشینه بگه حالا چون من میخوام حفظ نظام اسلامی رو داشته باشم، تشریفات اتاقم رو با چی کار بکنم؟ از کارمندام قوی تر باشه. من روحانیم، باید در حقیقت چی باشم؟ تو شرافت حرکت برم باید از بقیه. اما از این طرفش هم هست، اینا ریزکاری های گاهی فعل انسانی، نمیدونم اینو بگم یا نه، فعل انسانی گاهی لوازمش این است که میخواد تواضع به خرج بده، اما این تواضع تخطئه دیگرانه، لازم داره کارش، لوازم داره که اینجا هم از اون مواضع خطره. یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام اومد، حضرت از سفر اومده بود، از عراق اومده بود، حضرت نپذیرفتنش، هی خلاصه این نشست، این آقا من مرید این با یه علاقه اومدیم، حضرت نپذیرفت، اصرار کرد، گفت من چه کردم؟ گفت تو این سفر هر منزلی که میرسیدی گوسفندا قربانی میکردی، غذا میدادی، اطعام میکردی همه اهل کاروان رو، و چون تو این کاروان کسان دیگری هم بودن که اونها هم شرافت داشتن، اونها هم شأنیت داشتن، اما به اندازه تو نداشتن، کار تو باعث شده بود که اونا تخطئه بشن. ناخودآگاه ها این قصدم نداشته ها. گو آقا من متوجه نبودم. گو اگه متوجه بودی که خارج می شدی از رقبه ولایت ما. خیلی ظریفه. یعنی تواضع با لوازمش باید دید. من می شینم یه جایی که حالا چند نفرن رفتن نشستن یه جایی، اونا هم قصدشون تکبر نبوده، حالا وظیفه بوده، لازم بوده اونجا بشینم، من میشینم میگم نه از اینجا تکونم نمیخوره، هر چی آقا شما بفرمایید، نه من میخوام همینجا بشینم. خب این ناخودآگاه فعل من تخطئه میکنه چی رو؟ من توی جمعی روز، ببین چقدر دین ظریفه، روزه گرفتن، روزه مستحب، حالا میارن یه چیزی تعارف میکنن، تو دین وارد شده بخور مستحبم هست، ثواب روزه رو که میبری ثواب اجابت دعوت مؤمنم بردی، درسته؟ خب این میدونید اگر نخورم گاهی لوازمش چیه؟ گاهی بعضیا اتقا ایمانانن از من، اما در این جمع توان روزه گرفتن نداشتن، محظوراتی بوده، درسته؟ وقتی من نمیخورم معلوم میشه من روزم، اونا روزه نیستن، این نتیجه چی میشه؟ در نظر این کسی که الان دیگرانی که نگاه میکنن احساس میکنن که من اتقای از اونها هستم، با اینکه من قصدم هم نیست، با اینکه من به اینم توجه ندارم و ناخودآگاه تخته اونهاست و ناخودآگاه مطرح. چقدر این لطیفه و چقدر دقیقه و چقدر جلوی نفوذ شیطان رو با دستورات ساده اولی که ما توجه هم کم بهش داریم جلوی این رو گرفته. لذا توی جمع وقتی که ایام مستحبه تعارف میکنن همه میخورن، هیچ کسی احساس این نمیکنه که این مؤمنتر است یا اون در حقیقت نازلتر است. اینا دقتی که میفرماید که و تواضع منتها با حفظ همه این مرزهاش، احب الیه من الشرف یستکثر قلیل المعروف من غیره،
چقدر عالی است. کم کار خیر از دیگران یستکثر در نظر او، کثیر جلوه میکنه. یه کار کوچکی که از دیگران میبینه بردش میکنه، بزرگش میکنه، هم تو نظر خودش جلوه میکنه، هم این تو نظرش وقتی واقعا نه تظاهر میکنه ها، تو درونش این یستکثر رو، این رو کثیر میبیند، درونش این اینجوریه، نه داره تظاهر میکنه، نه این واقعیه. یستکثر قلیل المعروف من غیره، در مقابلش یستقل کثیر المعروف من نفسه، خیلی که از خودش ان... چرا؟ چون میداند که این هر قدر هم که معروف انجام داده نقائص زیادی، چون خودشو میشناسه، میدونه نقائص زیادی همراهش بوده، لذا کثیرش در نظرش جلوه نمی کنه، چون میدونه اون نقائص همراهشه. اما از دیگران وقتی کم رو هم میبینه، این با نگاهش که حمل کن فعل مؤمن رو بر احسن وجهش، همون جوری که تو خلاصه تو اون بهارم بود که لیجزیهم احسن ما عملو، همچنان که خدا وقتی میخواد جزا بده عملی رو که انسان انجام داده به احسن ما عملو جزا میده، یعنی اینکه این به بهترین وجه در حقیقت چی شده باشه، انجام شده باشه، درسته؟ این یعنی اینکه لیجزیهم به احسن ما عملو، یعنی خدای تعالی حمل میکند فعل مؤمن را با اینکه میداند و تمام حدود به اصطلاح عمل او براش آشکار است به احسن. این داره به ما دستور میده که یاد بگیرید اگر میخواید خدا به احسن ما عملو جزای عملتون رو بده، باید نگاهتون به عمل دیگران چی باشه؟ به احسن ما عملو باشه. یعنی به جای اینکه وقتی عمل دیگران رو میبینیم تو نظرمون اون حدود و نقائصش بیاد، چیاش بیاد؟ بهترین عمل، بالاترین حدود رعایت شده عمل، اینجوری نگاه بکنیم. لذا این میشه یه عمل انجام داده اون شخص، اما چون احساس میکنه با تمام حدودش این انجام داده، حمل میکنه برای اینکه با تمام وجودش انجام داده، حتی اگر نقصی میبینه توجیه میکنه نقص رو، روایت داره توجیه میکنه نقص رو که این مثلا به این دلیل بوده که مثلا حتما بازم کمال میشه. با این نگاه یستکثر قلیل من یستکثر قلیل المعروف من غیره، اما یستقل کثیر المعروف من نفسه، اما زیاد از خودش رو چی میبینه؟ چون میداند چه نقائصی دارد از خودش. آقا این خلاصه اگر دین اینجوری با این دقتها آدم رو میخواد، خدا خلاصه این چجوری دقیق ترین ذرات مولکولی و اتمی روحی ما رو داره در حقیقت بالا پایی میکنه، قواعدش رو داره میگه، اینا ذرات اتمی و ریز اتمی نظام روح هست، کی میتونه اینها رو، عالم این فن میتونه فقط اینها رو بیان بکنه، چقدر دقیقه. لذا میفرماید و یستقل کثیر المعروف من نفسه و یرى الناس کلهم خیرا من، همه مردم رو از خودش برتر میبینه دیگه، تقریبا زیرا به هممون رو زده دیگه با این کار. خیلی یرى الناس کلهم خیرن من. چرا؟ چون اگر هم میبینه بعضی از مردم گاهی معرفت این مرتبه رو ندارند یا عمل این مرتبه رو ندارند، اما این رو در خودش میبینه که اون این مرتبه رو نمیدانست انجام نداد، اما من که میدانم درست انجام ندادم چجور باید جواب بدم؟ درسته؟ میگه اون نمیدونست انجام نداد، اگه میدونست شاید انجام میداد. منی که میدانستم و درست انجام ندادم، این مرتبه معرفت بر من محقق شده و به لوازمش محقق نیستم، کدام بدتر میشی؟ لذا میفرماید و یرى الناس کلهم خیرا من و انهم و انه شرهم فی نفسه و هو تمام الامر.
ما یه نگاه داریم در این که اون مطلوب چیه که دارن امام معصوم بر ما بیان میکنه، درسته؟ اما خب این دنبالش میفرمود و هو تمام الامر، این تمام در حقیقت اون چیزی است که برای یه عقل کامل محقق میشه، درسته؟ هر قدر این میزان داده دست ما دیگه. من که تو درون آقای بهجت نیستم بفهمم که ایشون وقتی با دیگران برخورد میکرد خودشو بدتر میدید یا بهتر. نمیتونم قضاوت بکنم، حکمی هم در اینجا اینم اگه قضاوت بکنم از اون احکامی است که ضد این میشه خودش، یعنی باید فعل او رو حمل بکنم بر این که قطعاً از اون کسایی بوده که چی بوده؟ خیر از من است و خیر از همه ماست و به این حالت وجودش قطعاً بوده. باید اینجور حمل بکنم دیگه. اگه به غیر از این حمل بکنم خلاف این شده یا نشده؟ درسته؟ اگر اینجوری حمل کردم، اگر اینجوری نگاه کردم، اون موقع پس تأدیب رو تو خودم دارم محقق میکنم، جمعم راحت میشه. یعنی اگر من فعلی از شخصی ذو وجوه بود، یعنی احساس کردم ممکنه به اون وجه، ممکنه به این وجه، ممکنه به وجه دیگری حمل بشه، حملش بکنم به احسن وجه، درسته؟ اگر اینجوری شد قطعا تمام افعال عالمان به احسن وجه، مردم به احسن وجه قابل حمله. قابل حمل نیست؟ علامه طباطبایی میگه آقا یکی من رو نصیحتی بکن. والله بلد نیستم، بلد نیستم، قسمم بلد نیستم. یعنی داره واقعا خودشو تو این حد میبینه که میگه بلد نیستم. یعنی در حقیقت اینجور نیستش که خودشو افضل ببینه، ناز کنه بگه نمیگم، بگه حال ندارم حالا بگم برات، ها؟ نه، میگه والله بلد نیستم. یعنی تو این رتبه داره میبینه. لذا امام سجاد علیه السلام میفرماید که انا اقل الاقلین. راست میگه یا دروغ؟ نعوذ بالله. تعارف میکنه یا داره بر ما بیان میکنه؟ نه، انا اقل الاقلی. دیدید روایت دعای امام سجاد؟ دعای امام سجاد در روز عرفه، دعای امام سجاد هم در روز عرفه در اون صحیفه جامعه سجادیه، انا اقل الالهی، انا اقل الاقلی. لذا اینجا از همون مصادیقه و هو تمام الام. بله، چرا؟ اگر در حقیقت انسان، سوال خوبیه، یعنی اگر میگه فعل دیگران، یه موقع از شما فعل معصیت رو میبینی، این فعل معصیته، آشکاره که معصیته. ببینید این باب بدبینی رو، یه کسی دیشب اومد پیش من، نگاه کردم دیدم این بنده خدا وقتی که داره صحبت میکنه تمام در حقیقت بدیهای وجود دیگران رو میبینه، یعنی سوء ظن پیدا کرده دائما، هر کسی رو داره بدیهاشو میبینه. خب این نگاه گاهی ایجاد میشه، این غلطه، داره به ما نگاه حسن رو یاد میده، اما نگاه حسن جامعیت توشه. امیرالمومنین علیه السلام جنگاورترین بود یا نبود؟ کی داره این حدیث رو میگه؟ با کی جنگید امیرالمومنین؟ با مسلمونا جنگید یا با کفار؟ از همه در کشتن در حقیقت راغب‌تر بود و به اصطلاح خوشتر بود یا نبود؟ خوشتر بود، اما نه خوشش بیاد بکشه، خوشتر بود داره امر الهی رو ایجاد انجام میده. لذا جرمش اصلا این بود امیرالمومنین که قتال العربه، درسته؟ چون امر الهی رو، خب این منافات نداره با این کار، یعنی با این که امیرالمومنین علیه السلام خودش میفرماید که باید این نگاه رو داشت، با مرتبه عالی امر به معروف که قتلم هست منافات نداره، اجرای حدم هست منافات نداره، داره؟ این دوتا رو با هم باید ببینیم که ما نمیخوایم این روایت تنها ببینیم بدون اونها، اما تا جایی که فعل مؤمن حمل میشه به احسن وجه، به احسن وجه، تا جایی که میشه دیگران رو فعلشون رو به احسن وجه دید، به احسن وجه دیده میشه، درسته؟ این نگاهه. اما این اونجایی نیست که اگه آدم میبینه فسادی تو جامعه داره، یه کسی داره بدعت گذاری میکنه، آدم ساکت باشه، نه، میگه بیست اونجا از ذل احب الی مع الله، در حقیقت من العز مع غیره. اونم میبینه تو همین روایت، نمیبینه؟ میگه وایسا، کتکم بخور، ضربم بخور، زندانیم بشو، نمیدونم اینم بشو، اما در حقیقت عزتمند باش با خدا، هر چند در حقیقت چی هستی؟ شرافت با دیگران نداری، پیش خدا حکم الهی را اجرا کن. یا جا ب...
ببینید اینجا نه که خودمون رو بدتر بدونیم به این عنوان که بخوایم ناسپاسی بکنیم، ما بگیم خدا پس ما هیچی یأس ایجاد بشه ها، اما این نگاهی است که ایجاد چی میکنه؟ وقتی آدم کفار رو میبینه اکثرشون رو میبینه اینا جاهلن، نمیبینه؟ درسته؟ بعد میگه خدایا اگر این بداند عمل میکند بهتر از منم ممکنه باشه. در اینجا دلش میسوزه، چی کارم میکنه؟ دنبال این است که این بداند تا عملم بکند، چون این نگاهو داره، دنبالش هم عمل دنبالش میاد، نه اینکه بگه خب پس من از همه بدترم، وا ویلا بزنه تو سر خودش بیفته بگه دیگه بس هیچ کاری نکنم بهتره، از عمل بمانم تمام سعی و توانش رو داره به کار میگیره، اما برتری تو وجودش دیده نمیشه، چون احساس میکنه حتی اگر اون کافره کوتاهی اینه، حتی اگر اون کافره کوتاهی ما، این دغدغه رو داریم که اگه مردم الان تو جهان کافرن کوتاهی ماه، شب سرمون زمین میذاریم، این قصه تو وجودمون میمونه که اگر الان تو اقصا نقاط عالم عده‌ای دارن با کفر زندگی میکنن، مال این است که ما راحت داریم میخوابیم و بی دغدغه ایم؟ دلش میسوزه برای اونها و این نگاه رو داره که اون اگه بدانند عمل میکنند، اگر اونها بدانند عمل میکنند و بهتر از این میشه، این محقق است. این جاهله، جاهل قاصر معفوم هست عملش، اما من که عالمم، عالم تارک باشم مؤذر ندارم، درسته؟ با این نگاه این سبب میشه، علامتش هم این است که این نگاه سبب عمل بیشتر و حرکت بیشتر میشه، اما اگر این نگاه جوری شد که سبب توقف شد، پس معلوم میشه نگاه غلط بوده، یه جایش داریم دوباره شیطان دخالت کرده به جهت غلط داره سوقش میده، علامتش اونه.